باز در آخر سال 63 پاکستان رفتم. دلیلی که پاکستان رفتم دو مسئله بود. یکی که یک مقدار تکلیف پیدا کرده بودم، خودم بسیار سلفه می کردم و بسیار بهشتی آوی ناشته بودم، چون در اون مناطق توبرکلوز بسیار زیاد است. می ترسیدم که من بادا مرام توبرکلوز نگرفته باشه. یک مسئله بود. مسئله دیگه ای که یک بچه داشتم، سن مکتب بود برای اون طفل. متاسفانه او وقتا مکتب نبود و حتی اجازه نمیدادن که آدم مکتب شروع بکنه. امکانات از این که بچه مکتب بخونه نبود. بنان من پاکستان رفتم. یک بچه ایم هست. خب فعلا کجا کار میکنن؟ بچه ایم فعلا درس میخونه در امریکاست. پیچدی خودم میگیره در تاریخ. بایی طرفتین نهاد را به نام شهدا ارگنایزیشن شما بنیاد نهادین. در مورد از یک مقدار مختصر توضیح اگر بتین که از کجا تمویل میشد، چی فعالیت های میکرد؟ سالهای اول که من کویته رفتم شروع کردم کار خود با یک شفاخانه که به نام میشن هاسپیتال بود و بخش چی داشت؟ بخش مشخص بر مهاجرین داشت. باز در بخش مهاجرین خود یک بخش زنانه داشت. در اونجا شروع کردم کار و در ضمن هفته دو روز میرفتم در یک از کمپ های مهاجرین کار میکردم. تنظیم های جهادی شفاخانه داشتن، ولی شفاخانه هایی که مربوط مهاجرین افغان بود اکثریت مطلقش بر مردا ساخته شده بود. برای زنا و اطفال مهاجرین متاسفانه امکانات بسیار صحی وجود نداشت که اینا مراجعه بکنن. به خاطر تصمیم گرفتم که یک شفاخانه را بسازم برای زنا و اطفال. تصمیم گرفتیم که یک شفاخانه در جاغوری بسازیم. سال 88 البته پولش نروژیا داده. این مسائل نوشته میکنن که گویا کسی به نام جنرال عیسی خان از کویته با شما همکاری میکرد در زمینه تمویل مالی نهاد شما؟ جنرال موسا گورنر بلوچستان بود. البته او آدم از هزارای افغانستان است. بله. باز زیالق او را به عنوان گورنر بلوچستان مقرر کرد در کویته. تنها کمک را که بر من موسا خان کرده که من یک مقدار زیر فشار پلیس پاکستان بودم، من مراجعه کردم به جنرال موسا چون گورنر بود و غیر از اون ما میشناختیم از نگاه فامیلی، چون یک رابطه بسیار دور با شوهرم اینا دار. بازو برای وزارت داخله خود ولایت بلوچستان برای از او تلفون کرد، گفتی از خیشای ما است، چرا ایتر است؟ اونا با شما همکاری کردند و در این رابطه که زمانی که شما پس دوباره به افغانستان برگشتین و فعالیت های مؤسسه‌تان در افغانستان گسترش دادین، بازم با شما همکاری میکردن؟ نه خیر، فوت کردن. بله. اونم فوت کرد. کدام سال فوت کردن؟ دقیق یادم نیست، ولی قبل از برگشت 89 قبل از برگشت شما به افغانستان. بله. بله، بسیار وقت تو آدم گورنر بود در بلوچستان. فوت کرد، ولی من چون زیاد با ارتباط نمی گرفت تاریخ فوتش رو یادم نیست، ولی دفاتی ها اینایش را کردیم. بله. ما با کدام اندیشه های سیاسی نزدیک بودین؟ من از دوران های مکتب یک مقدار علاقه اعتقاد دارم و علاقه من بودم و هستم فعلا به برابری در کشور. برابری؟ خب نام سیاسیش در کشور عدالت اجتماعی. احزاب سیاسی یا گروه های سیاسی عمدتا منتسب بودن به یکی از ایدئولوژی های کلان به سطح جهان، شما کدامش را میگین؟ من فکر میکنم که آزادی خواهی ضرور نیست که آدم منتسب به یک کس باشه. در طبیعت یک کس هست که علاقه من میشه مبارزه بکنه برای عدالت اجتماعی. ما جمله عدالت اجتماعی و شعارهای برابری بیشتر سوسیالیست ها در افغانستان شعار میدادن، شما میخواین بگین که با اونا نزدیک بودین؟ نه خیر، نه، با پرچم خلق نزدیک نبودیم. تنها پرچم خلق در افغانستان نبودن احزاب سوسیالیست، احزاب دیگر مانند چیزی که سازمان رهایی بخش زنان افغانستان راوا، اینا شما با اونا نزدیک بودید؟ با روایا نبودم در وقت، چون نبود در وقتایی که مکتب ما در مکتب بودیم. بله. و در وقت که ما اعتقاد به ای پیدا کرده بودیم بعضا کتابایی رو میخوندیم، یعنی طرفدار از این بودم و هستم که باید یک عدالت اجتماعی در هر کشوری که هست
تامین شود. در این مورد صحبت کنید، چطور شد که شما وزیر شوید؟ به هر صورت ما فکر میکنم در حداقل در پاکستان در بین مهاجرین مطرح بودم، بین اون یک کسی که نظر داشتم، بین اون یک کسی که همیش دعوا کردیم برای حقوق زن و اشتراک زن. بر ما اول دادن که لختر ابراهیمی میخوایم را ببینه در نیویورک. من به بسیار سادگی جواب دادم که اگر من را میخوای ببینه در پاکستان ببینه، من آله خود نمیتونم نیویورک برم. شما بر وزیر شدنتون نه حمایت جنای روم و نه مقاومتگران داخل افغانستان هیچ کدوم نداشتیم؟ تقریبا هیچ کس نداشتم. نه بسیار خوب، پس من کانادا بودم که اعلان کردن که ما وزیر شدیم، خبر نبودم. تقریبا نداشتین حمایت هیچ کدومشه یا قطعا نداشتین؟ نه قطعا نداشتم، چون من کس را نمیشناختم در هر دو جنا. من یک موضوع، یک کنفرانس بود قبل از این کنفرانس، یک چند ماه قبل تر در روم، در اونجا هم البته نام مدلست بود. در اخبار من خواندم که نام مدلست است که یک تعداد مردم ما رفتن در روم یک کنفرانس در مورد چوکی. خیلی سخاوتمندانه برخورد کردن با شما. بله، من اتفاقا در اون کنفرانس روم هم نرفتم. بله، خب به هر حال به این ترتیب شما وزیر اعلان شدن در تلویزیون و ما وزیر شدم. بله، شما وزارت امور زنان را پیش بردین و فعلا ریاست کمیسیون مستقل حقوق بشر که دوره اپارتاید بررسی میکنن و عدالت انتقالی میخوان بالا تطبیق بکنن، دو شرط بسیار عمده میگذارن. یکی ختم بحران، پایان بحران، و دوم روی کار آمدن یک تعداد چهره های جدیدی که قبلا شامل منازعه نبودن. اما در افغانستان فکر میکنین دو شرط برای عدالت انتقالی برآورده شده؟ البته هر کشور شرایط خاص خود داره. به می دلیل ما کپی از کشورهای دیگه که عدالت انتقالی رو تطبیق کرده نکردیم. مثلا در سریلون شکلش دیگر رقم بوده، در افریقای جنوبی دیگر رقم بوده، در بوزنیا، در رواندا دیگر رقم بوده، که ما او اشکال یا او سیستمایی که در کشورهای دیگر تطبیق شده در افغانستان تطبیق نکردیم. به می دلیل ما رفتیم به مشوره با مردم. بله، به مشوره ملی رفتیم با مردم، چیزی را که خواست مردم بوده ما برجسته ساختیم. شما رو متهم می‌سازن که یا میگن اعدام میکنن که شما عضو حزب وحدت اسلامی به رهبری آقای کریم خلیلی هستین، بپذیرین اینجا؟ از خودش پرسان کنین، از خود آقای کریم خلیلی پرسان. به دلیل از اینکه اینا یک وقتی که کابل سقوط کرد، بله، کابل سقوط به منظورم که اینا مردم هزاره وقتی که از کابل رانده شدن، درست است، از سال 95. منظورتان از سقوط حکومت مجاهدین است؟ نه، حزب وحدت. سقوط کابل نه، سقوط کابل منظورم از بخش هزارای کابل است، از حزب وحدت است. اینا وقتی که مزاری کشته شد و سقوط مجاهدین در مجموع دیگه، اما سال 95 نه، 96 مجاهدین سقوط کرده دولتش، ولی سقوط مشخص کشیدن هزارا یا حزب وحدت از کابل در سال 95 صورت گرفته. بله، در مارچ 95. بله، اینا وقتی که رفتن بامیان و اینجا، خودشان یک لست دادن، در اون لست نام یک تعداد زنها رو داده بودن، از مرام دادن در لست شورای مرکزی خود. ولی استاد خلیلی هم حیات از فضل خدا در مقام جایش هم معلوم است، خانه‌ش هم یک دو کوچه و طرف تر است، میتونین ازش پرسان کنین که ما چی زمان با اینا تعهد کردیم. هیچ زمان ده یه جای شک نیست که معذور هستم و متعلق به مو مردم هستم. هزاره بودن به معنای این نیست که آدم حزب وحدت هم باشه. نیستم. و شما گفتین که زمان کشیدن هزاره ها از کابل و سقوط حزب وحدت با کشیدن هزاره ها یکی دانستین شما؟ بله، حزب وحدت وقتی که از کابل کشیدن، تقریبا تعداد زیاد هزار از کابل برآمد. پس شما میگین که حزب وحدت تمام هزارهای افغانستان در بر میگیره؟ هزارهای کابل نه، من با دعای حزب وحدت نمیکنم. بله، ولی وقتی که حزب وحدت از کابل کشیده شد، البته با تعقیب سقوط افشار، خود سقوط افشار یک تعداد زیاد هزارا را مهاجر ساخت و سرگردان ساخت. تشکر از شما. من توقع داشتم سوالای خوبتر بکنین از من. یعنی سوال ما خوب نبود؟ سوالایی که یک مقدار آگاهی دهی داشته باشه بر مردم بهترتر است تا این مسائلی که به جدل بره. و آنچه که بر شما با گذشته شما تعلق داشته، سوالی است که در برنامه چرا مطرح میشه.